دیشب در گروه چهار تیم استقلال ایران در ورزشگاه آزادی تهران با 3 گل برابر آریان قطر به پیروزی رسید و با 10 امتیاز صدرنشین گروه باقی ماند. فرهاد مجیدی، هاشم بیگزاده و آرش برهانی گلزنان استقلال در این بازی بودند. ضمن اینکه آریان از دقیقه 75 با اخراج یکی از بازیکنانش 10 نفره شد. عالی از آرش برهانی، برهانی تک به تک، برهانی توی دروازه، گل سوم رو هم آرش استقلال در روزی که سر حال بود مقابل آریان شاداب بازی کرد، 3 گل زد و به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا هم صعود کرد. خدا را هم شاکریم که به هر حال با یه بازی خوب، بازی استقلال گونه که همون من یاد استقلال سال 84 انداخت، تونستیم هم بازی خوبی ارائه بدیم هم نتیجه خوبی بگیریم. اینم محصول یه کار دست جمعیه. فکر میکنم بازی خیلی بدی رو ارائه ندادیم، ولی خب 3 گلی که دریافت کردیم زیاد بود برامون. تفاوتی که استقلال تونست ایجاد بکنه این بود که از توپای مرده تونست خیلی خوب استفاده بکنه و مسلماً من خوشحال نیستم که تیممون 3 گل دریافت کرده، ولی در نهایت به تیم استقلال و هوادارانش تبریک. آخر بازی مجتبی جباری هم به فرهاد مجیدی پیوست که این فصل اصلا مصاحبه نمیده. آقا امروز برد خوبی رو کسب کردین، تبریک میگم. اول از همه باید این برد تبریک بگم به هوادارامو. خب بازی با بازی فهم می‌کنه، واقعا الهلال تیم قدرتمندتری از آریان بودش. امروز خب تیممون از دقیقه 1 اومد برای برد، خاطر اینکه نیاز داشتیم به 3 امتیاز برای جشن صعودمون که صعودمون رو قطعی کنیم. اول ان شاءالله بازی بعد واسه اول و دومی. هاشم بیگزاده بعد از مدت‌ها در این بازی گل زیبایی زد. فکر کنم این گل برای خودت لذت خاصی داشت، چون یه مقدار تو فشار بود. والا دیگه همه می‌دونید یکم واقعا تو فشار بودم، هم آقای قلمه با وجود من. به نظر من با این گل تونستم همه اینا رو بشکنم و خدا شکر بتونم بازی بهتری برای این تیم انجام بدم و با دل هوادارا رو شاد کنم. بعد مهدی رحمتی میزد رو سرت بعد گل، چی بود؟ حالا همین جریان است که واقعا فشارم بود و ایشون هم واقعا برام فشارو کم می‌کرد. زیاد کرد. نه فشارو کم زیاد کرد، من 5 دقیقه آخر بریده بودم دیگه. بازی خودتو چطور دیدینی؟ من اول بودی تا اوایل نیمه دوم بود. خب بیشتر سعی کردم در خدمت تیم بازی کنم. بیشتر سعی کردم در خدمت تیم صحبت کنم باشه. خدا رو شکر می‌کنم تونستم بازی خوبی انجام بدم. و مدیر عامل آبی ها خوشحال از برد تیمش به تمجید از سرمربی استقلال پرداخت. من فعلا باید ابتدای مافیای جدید آسیا رو معرفی کنم. آقای قلنوی مافیای آسیا هم شده دیگه با این برد. احتمالاً سال آینده آقای تاباتا اینا رو میان استقلال، چون به اونام گفته بودت من بازی نکنم. ببینید یه مربی که در این سطح مربیگری بلده و خوب کار میکنه ما میکوبیمش، این منصفانه نیست. امروز ما تو آسیا دیگه به بازیکن آسیا که نمیتونیم بیا تیم ما، که چطور میبریم؟ دوستان باور کنن که امیر قلعه‌نویی مربی بزرگیه و تیم ما تو به تیم خوبیه، ما تیم ایرانیم. امروز من واقعا ناراحت شدم که اصفهان عصر شد. در دیگر دیدار این گروه الهلال عربستان با 2 گل العین امارات را شکست داد و با 9 امتیاز در رده دوم جای گرفت. در گروه 3 سپاهان ایران 2-1 میزبانش النصر امارات را شکست داد، اما با 6 امتیاز از راهیابی به مرحله بعدی باز ماند. جالویچ و غلامی برای سپاهان گلزنی کردند. در دیگر بازی این گروه نیز الغرافه قطر و الاهلی عربستان به تساوی 2-2 رسیدند تا هر دو تیم جواز حضور در مرحله 1/8 پایانی را کسب کنند. در همین چارچوب امشب از گروه 1 از جیش قطر با الشباب عربستان روبرو می‌شود و جزیره امارات میزبان تراکتورسازی ایران است.